سلام. در این گفتار تکمیلی که با عنوان پیوست گفتار سوم نقد انتقادها ارائه می شود، به انتقادها و پرسش‌هایی می پردازم که درباره گفتارهای اول و دوم مطرح شدند. در این گفتار علاوه بر پاسخ انتقادها، یکی دو استدلال منتقدان را به عنوان نمونه با معیارهایی خواهم سنجید که در شیوه های بحث و گفتگو مطرح شده یا خواهند شد. اگر در این زمینه موفق شوم، پاسخ به انتقادها نه فقط مبادله نظر بین منتقد و موضوع نقد که تمرینی است مفید برای همه علاقمندان مجموعه گفتار هنر و شیوه های بحث و گفتگو. پس از انتشار دو گفتار اول و دوم، شماری از علاقمندان ما را به ادامه این گفتارها تشویق کردند. من به سهم خود از لطف همه آنها ممنونم و امیدوارم گفتارهای آینده بتواند انتظارهای آنان را برآورده کند. یکی از دوستان به زبان و لحن این گفتارها انتقاد کرده و خواهان آن شد که به گفته ایشان از لحن بیان صمیمانه تر و انضمامی تری استفاده شود، چرا که به نظر ایشان بیان لفظ قلم و انتزاعی به جلب مخاطب عام کمک نمی کند. از منظر دوست دیگری ایده و محتوا بسیار عالی است، اما شکل عرضه مطالب خشک و نچسب است. این دوست پیشنهاد کرده است که من در این گفتارها از آنچه ایشان بدان زبان گفتاری و آزاد نام داده اند بهره گیرم. توجه و دقت این دوستان مایه دلگرمی است، اما من زبان استاندارد یا زبان مکتوب را برای این گفتارها مناسب تر می دانم تا زبان محاوره‌ای و شکسته. در گفتارهای آینده درباره ضرورت همگنی و تناسب زبان استدلال با محتوای استدلال سخن خواهم گفت و نشان خواهم داد که انتخاب زبان همگن و مناسب با محتوای استدلال در تأثیرگذاری استدلال بر مخاطبان نقشی مهم دارد. در مجموع گفتار هنر و شیوه های بحث و گفتگو، اصطلاحات و مباحث تخصصی مطرح شده و تلاش بر آن است تا در این مجموعه گفتارهای آموزشی در سطح دانشگاهی مطرح شود، چون این محتوایی زبانی همگن و مناسب با خود می‌طلبد. زبان محاوره‌ای شکسته فارسی گاه و نه همیشه با بحث و مناظره حضوری یا مصاحبه و گفتگوهای غیر آکادمیک تناسب دارد، اما این زبان به دلایل گوناگون از جمله غیبت نسبی دقت و فقر واژگانی با محتوایی چون آموزش مباحث تخصصی در حوزه منطق چندان سازگار و همگن نیست. اصرار بر بکارگیری زبان محاوره‌ای شکسته به قصد ایجاد فضایی صمیمی و خودمانی گاه گوینده را از غنای واژگانی زبان فارسی محروم می کند. من به دورانی که در ایران بودم نقد ادبی می نوشتم. تجربه من در این عرصه و مطالعات من در متن‌هایی که با زبان شکسته محاوره‌ای نوشته می شوند به من نشان داد که به کارگیری این زبان در برخی موارد و جمله در بحث‌های تخصصی انتقال تمامی معناها و محتواهای یک مبحث را اگرچه ناممکن که بسیار دشوار می‌کند. آنچه در مجموع گفتارهای هنر و شیوه‌های بحث و گفتگو مطرح می‌شود نه از حافظه گوینده که بر اساس متن‌هایی است که نخست نوشته، چند بار بازخوانی و چند بار ویراستاری و سپس اجرا و بیان می شوند. این شیوه تولید متن نیز یکی از دلایل انتخاب زبان استاندارد برای این مجموعه است. زبانی که من به کار می گیرم زیانی به بحث نمی زند، اما بار معنایی بحث را بهتر و رساتر از زبان محاوره‌ای شکسته منتقل می کند. به کارگیری این زبان دلیل شخصی نیز دارد. من به این زبان خو کردم و حتی در گفتارهای روزمره نیز با ترکیبی از زبان استاندارد و زبان شکسته محاوره‌ای سخن می‌گویم. رها کردن عادت آسان نیست. برخی دوستان خواهان آنند که در هر مورد کتاب‌هایی برای مطالعه بیشتر معرفی و در موارد انتزاعی و تخصصی مثال‌ها و نمونه‌های ذکر شود. این پیشنهادها در گفتارهای آینده که بحث‌های تخصصی مطرح می‌شوند اجرا خواهند شد. دوستی دیگر گفته است که در تاریخچه رتوریک باید به نقش کانت در کنار دکارت در احیای سنت فلسفی بعد از قرون وسطا و در بخش دیگری از اسپینوزا و لایبنیتز نیز یاد می شد. بحث ما درباره تکامل منطق و رتوریک بود
نه تحول فلسفه. درباره مقولات از پیشی کانت نیز در گفتارهای آینده سخن خواهیم گفت. یکی از دوستان گنجاندن تاریخچه رتوریک را در این گفتارها زائد می‌دانند. این شیوه که در توضیح هر مفهوم و اصطلاح تاریخچه آن نیز ذکر شود، گاه بحث را از بستر اصلی منحرف و به تکگویی طولانی و کسالتبار بدل می‌کند. اما این شیوه نیست که مفاهیم و اصطلاحات چند بعدی و پرمعنا را در یکی دو سطر فشرده و مختصر فرا گیریم، می تواند به توهم دانایی به جای دانایی منجر شود. طرح هر موردی در یک بحث باید که بر نیازی استوار باشد. در برخی موارد از جمله توضیح معناهای گوناگون رتوریک در دورانهای مختلف، چاره جز اشاره به تاریخچه این اصطلاح در دورانهای مختلف نیست. موضوع اصلی این گفتارها شیوه های بحث و گفتگو است. بحث و گفتگو جز در دموکراسی و جز با پذیرش این فرض که توضیح عقلانی و گفتمان خردمندانه تنها راه اثبات نظرهاست ممکن نیست. پس توضیح نسبت رتوریک با دموکراسی ضرورتی ساختاری است و ما در پاسخ به این ضرورت و نیاز به منشأ رتوریک در دموکراسی آتن پرداختیم. رتوریک اصطلاحی چند بعدی است و نسبت آن با دموکراسی، گفتگوی خردمندانه و توضیح عقلانی از ابعاد مهم معناهای آن است. این نسبت را جز با اشاره به منشأ چگونه می توانستیم توضیح دهیم؟ اصطلاحات و مفاهیم را می توان موجز و فشرده و در چند سطر توضیح داد و فرا گرفت. برخی همین حد از اطلاع را کافی می دانند و نیازی به شناخت ابعاد رنگارنگ برخی مفاهیم چند بعدی احساس نمی کنند. اما مجموعه گفتار درباره شیوه های بحث و گفتگو بحثی آموزشی و تخصصی است. در این گونه مباحث نمی توان به تعریف های فشرده کلی و چند سطری قناعت کرد. در گفتار دوم در بحث از زمینه‌های پیدایی رتوریک و منطق گفته شد که سیاستمداران آتن در قرن‌های پنجم و چهارم پیش از میلاد برای کسب قدرت به جذب آرا، برای جذب آرا به قانع کردن رأی دهندگان و برای قانع کردن رأی دهندگان به فراگیری رتوریک نیاز داشتند و این نیاز از زمینه‌های پیدایی و ارتقاء رتوریک به دوران بود. در آن گفتار از نظام سیاسی آتن در آن روزگار با اصطلاح نوعی دموکراسی که در آن بردگان انسان شمرده نشده اما شهروندان آزاد از حقوق برابر در برابر قانون و از حقوقی چون آزادی بیان و حق رأی برخوردار بودند یاد کردند. یکی از دوستان به اصطلاح نوعی از دموکراسی در مورد آتن اعتراض کرده و گفته است در جامعه‌ای که ارسطوهایش بردگی را پذیرفته و خود دارای بردگان بودند چگونه می تواند دموکراسی نام برد؟ من نیز با اشاره به بردهداری در آتن نه از دموکراسی به معنای امروزی که از نوعی دموکراسی سخن گفتم و تفاوت آن را با تعریف رایج از جمله در مسئله بردهداری توضیح دادم. در آفریقای جنوبی دوران تبعیض نژادی کسانی که سیاهان و رنگین پوستان خوانده می شدند از حقوق انسانی محروم بودند، اما شهروندانی که سفید پوست تلقی می شدند از حقوق برابر در برابر قانون و از حقهایی چون حق آزادی بیان و حق انتخاب آزاد دولت مردان برخوردار بودند. آفریقای جنوبی دوران تبعیض نژادی نه دموکراسی که نوعی از دموکراسی بود. دوستی که به این موارد انتقاد کرده اند ایران دوران هخامنشیان را با آتن در آن روزگار مقایسه کرده و نوعی برتری یا نوعی پیشرفت برای ایران دوران هخامنشیان نسبت به آتن اون روزگار قائل هستند. در امپراتوری ایران به دوران هخامنشیان بردهداری وجود داشت، اما کسانی که در امپراتوری ایران زندگی می کردند و برده نبودند نیز از حقوق برابر در برابر قانون و از حق انتخاب آزادانه دولت مردان خود بهره‌مند نبوده و از این حقوق محروم بودند. در گفتار دوم گفته شد که آتن در قرن‌های پنجم و چهارم پیش از میلاد از مرحله فرهنگ اسطوره‌ای و دینی برگذشت و به مرحله تفکر فلسفی و تدوین منطق ارتقا یافت، اما فرهنگ‌ها و تمدن‌های پیش و همزمان با آتن از جمله ایران در مرحله فرهنگ دینی و اسطوره‌ای باقی ماندند و به تفکر فلسفی دست نیافتند.
در گفتارهای آینده درباره ساختار استدلال خواهم گفت که برای اثبات و ابطال برخی گزاره‌ها نیازی به استدلال نیست و این گزاره‌ها را میتوان با ارجاع به حقایق و داده‌های عینی یا با ارجاع به دانش عمومی اثبات یا رد کرد. گزاره سعدی در قرن هفتم هجری میزیست یا گزاره بهای فلان کتاب این یا آن مقدار ریال است، با رجوع به داده‌های عینی چون اسناد تاریخی یا بهای ثبت شده کتاب اثبات یا رد می‌شود. اما برای اثبات یا رد گزاره‌ای چون گلستان سعدی از بهترین نمونه‌های نثر فارسی است یا فلان کتاب ارزش علمی ندارد، به استدلال نیازمندی. دوست منتقد به دو گزاره پیدایی تفکر فلسفی در آتن قرن‌های پنجم و چهارم پیش از میلاد و دست یافتن ایرانیان به تفکر فلسفی در آن روزگار انتقاد کردند، اما این دو گزاره را میتوان با ارجاع به حقایق و داده‌های عینی و از جمله اسناد و مدارک و کتاب‌های تاریخی اثبات کرد. انکار این نوع گزاره‌ها راه را بر ادامه بحث می‌بندد. همین دوست عزیز نوشته است: به آقای سرکویی یادآور می‌شوم که کوروش کبیر در بابل تمام ادیان را آزاد گذاشت، بردگان را رها کرد و به کسی اجازه نداد که به انسان‌های دیگر باش بی‌احترامی کند. گزاره کوروش در بابل تمام ادیان را آزاد گذاشت، با ارجاع به حقایق و داده‌های عینی و اسناد تاریخی اثبات می‌شود. اما برای اثبات گزارش کوروش بردگان را رها کرد، هیچ داده عینی و سند تاریخی در دست نیست. وجود برده‌داری در امپراتوری هخامنشی نیز می‌تواند گواه بر نادرستی این گزاره باشد. همین دوست عزیز نوشتند: آیا کوروش کبیر فیلسوف انسانگرا و انسان دوستی بود یا سقراط و افلاطون که خود برده داشتند؟ در گفتارهای آینده خواهیم گفت که استدلال قوی استدلالی است که دلایل، گواها و شاهدهای آن از نتیجه آن حمایت کنند. ارتباط مقدمات و دلایل با نتیجه استدلال از معیارهای سنجش استدلال است. به گفته منطقیون، مقدمات باید با نتیجه مرتبط و نسبت مشترک داشته، از نتیجه حمایت کرده و آن را اثبات کنند. سه گزاره کوروش ادیان را آزاد گذاشت، کوروش بردگان را آزاد کرد و کوروش انسان دوست و انسان گرا بود، حتی اگر هر سه درست باشند که نیستند، این نتیجه را که کوروش فیلسوف بود اثبات نمی کنند، چرا که این گزاره ها با نتیجه ارتباط وجه و نسبت مشترک نداشته و از نتیجه حمایت نمی کنند. بردهدار بودن یا نبودن، داشتن نظریات انسان دوستانه یا برعکس نیز با تعریف پذیرفته شده فیلسوف ارتباطی ندارند. فیلسوف میتواند بردهدار باشد، ارسطو یا افلاطون، میتواند به نظریاتی مغایر با نظریات انسان دوستانه معتقد باشد، مارتین هایدگر به هنگام دفاع از حزب نازی آلمان، و همچنان فیلسوف بماند، چرا که این شاخصه ها با تعریف پذیرفته شده فیلسوف بی ارتباطند. در یکی از گفتارها این پرسش را مطرح کردم که چرا آتن قرن‌های پنجم و چهارم پیش از میلاد به تفکر فلسفی دست یافت و تمدن‌ها و فرهنگ‌های همزمان یا پیش از آتن بدین مرحله دست نیافته و در فرهنگ دینی و اسطوره‌ای باقی ماندند. به دلیلی که همانجا گفتم هیچ پاسخی برای این پرسش ارائه نکردم. پس آنچه دوست منتقد من در انتقاد از پاسخ‌های من بدین پرسش نوشته است ارتباطی با بحث ندارد. این سخن دوست عزیز منتقد درست است که یونانیان هرگز از دین و اسطوره جدا نشدند، اما این نیز درست است که برخی یونانیان به فلسفه و تدوین منطق فرا رفتند. تناقض از نشانه های استدلال نادرست است. دو گزاره متناقض نمیتوانند درست باشند و درستی یکی به معنای نادرستی دیگری است، اما چون که در گفتارهای آینده خواهم گفت دو گزاره وقتی متناقضند که در 8 مورد از جمله موضوع و اضافه با هم مشترک باشند. دو گزاره برخی یونانیان به تفکر فلسفی رسیدند و برخی یونانیان به تفکر فلسفی دست نیافته در فرهنگ اسطوره‌ای و دینی باقی ماندند، متناقض نیستند و هر دو می توانند درست باشند، چرا که این گزاره ها در موضوع مشترک نیستند. برخی یونانیان موضوع هر دو گزاره اشتراک لفظی است، اما مصداق این مفهوم متفاوت است.
و دو گروه متفاوت از یونانیان را در نظر دارد. در گفتار دوم گفتم که شهروندان آزاد آتن بدان روزگار دعاوی خود را در دادگاه‌های مستقل مطرح می‌کردند و برای قانع کردن قاضیان یا خود رتوریک می‌آموختند یا از متخصصان رتوریک به عنوان نماینده خود در دادگاه بهره می‌گرفتند. این ادعا نیز با ارجاع به اسناد و مدارک تاریخی اثبات می‌شود و نیازی به استدلال ندارد. دوست عزیز در انتقاد از این بحث نوشته است که تفکیک قوای سگانه به مفهوم امروزی در عصر مدرنیته پدید آمد نه در یونان باستان. گزاره من درباره دادگاه‌های مستقل در آتن است و گزاره دوست عزیز درباره تفکیک قوا به مفهوم امروزی. این دو گزاره نیز در موضوع مشترک نبوده و متناقض نیستند و هر دو میتوانند درست باشند. اشاره من به دستاوردهای یونانیان میتواند غرور و احساسات ملی برخی هموطنان را جریحه‌دار کند، اما همین هموطنان واقعیت و حقیقت را بر توهم و عقل و استدلال را بر احساسات ترجیح می‌دهند. پس از 10 گفتار کارگاه‌هایی با حضور علاقمندان برای بحث و تمرین نمونه‌های زده برپا خواهد شد. ما همه دوستانی را که با ارسال انتقادها، پیشنهادها و نظرهای مثبت و منفی خود ما را در ارتقاء این بحث‌ها یاری می‌دهند به این کارگاه‌ها دعوت می‌کنیم تا با هم و در بحث زنده مباحث را دنبال کنیم. متشکرم.